شهرها امروز چیکار بشه تحت پوشش این مسئله قرار بگیره. و خب آقای جوانمردی اگر هر لحظه که شما آماده هستید ما میتونیم در خدمتتون باشیم، بفرمایید شما. من آماده ام آقای احرانی، نمیدونم بله بفرمایید، ظاهرا صدا خوب شده، بفرمایید. بله سپاسگزارم از همه شما و بار دیگه درود میفرستم به همیهنان گرامی. وضعیت رو میخواستم بگم که چی شده، چی هست، هنوز معلوم شد. ولی قبل از اون اجازه بدید در مورد خامنه‌ای خائن صحبت بکنم. همیهنان گرامی دارم به شما دروغ میگن. خامنه‌ای در بستر مرگ و نابودیه و صحبتهایی که ازش پخش کردن ضبط شده بوده برای روز جنگ، سال روز جنگ. هیچ صحبتی هم در مورد وضعیت فعلی خودتون دیدید انجام نشد. این صحبت ها ضبط شده است. خامنه ای توان صحبت کردن نداره و تحت هیچ شرایطی هیچ کسی رو هم ندیده. این با این دروغ بزرگ، با این دروغ آخوندی میخواین که نیروهای خودشون رو سرپا نگه دارن در خیابان ها که براشون بجنگند، مقابل مردم قرار بدن که نظام فاسدشون رو حفظ بکنن. همه بدونید خامنه ای خائن در بستر مرگ و بیماریه، توان صحبت کردن نداره، چه برسه به مدیریت کردن. در حال حاضر این مشتبه است که در بیت خامنه ای خائن به اسم پدرش داره به سپاه پاسداران و ارتش و غیره داره دستور میده که چی کار بکنن. همیهنان گرامی، به ویژه نیروهای مسلح، همه شما این رو بدونید که در حال حاضر با مرگ خامنه ای، با نبودن خامنه ای، شمایی که سالها فکر میکردی که داری خدمت میکنی باید تلنگری بهت وارد بشه که بدونید این رژیم ماندگار نیست. خشم مقدس مردم گریبانگیر شما و خانواده هاتون میشه. شما رفتید سراغ تعدادی از آزادی خواهان که دستگیر بکنید و متاسفانه، باید بگم متاسفانه، اومدن سراغ خانواده های شما هم، بسیاری از شما. میدونید من چی میگم، ما نمیخوایم که این اتفاق بیفته، ولی مردم میدونن که مشت در برابر مشت و خون در برابر خون تنها راهی هست که آخوندها متوجه خواهند شد که باید این حاکمیت رو ترک بکنن. به همین دلیل ادامه ندید. مثل بسیاری که فرار کردن از سر خدمت، مثل بسیاری که حاضر نیستند رو در روی مردم قرار بگیرند، خودتون و خانوادتون رو به خطر نندازید. این مردم تصمیم گرفتند که در خیابان‌ها باشند، تصمیم گرفتند که تا آخرین لحظه برای آزادی مبارزه بکنند. این مبارزه به نفس‌های مردم تبدیل شده. در سنندج از صبح امروز رفتن سنگربندی کردند در مقابل پادگان و اطلاعات. مردم درهای خونه‌هاشون رو باز کردند. کسانی که نزدیک هستند به محل‌های اعتراضات، اگر اینترنت باشه اینها وایفای رو آزاد کردن که هر کسی رفت بشه بتونه استفاده بکنه. در اردبیل خستگی نیروها کاملا مشهوده. تمام ترک‌های آذربایجان این مسئله رو میگن که اگر چند روز دیگه در خیابان بمانیم اینها هیچ راهی جز تسلیم ندارند، نیرو ندارند، به شدت خستند، به همین دلیل روی آوردند به جنگ روانی و اینکه دروغ بگن. برید ویدیوهایی رو که پخش کردیم ببینید از تظاهرات به اصطلاح حمایت از نظام فاسد که امروز بعد از نماز جمعه انجام شد. اینا فوکوس کردن در چند مرحله، یادشون رفت که، یعنی با تصویر سازی یادشون رفت که اطراف رو نشون ندن. بسیار بسیار خالی، بسیار بسیار بیکس و پشتشون داره کماکان ریزش پشت سر ریزش انجام میشه. همه امروز متوجه شدند که این رژیم تنها مانده و دایره حافظان این نظام فاسد داره شکسته میشه، کوچک و کوچکتر میشه. همیهنان گرامی ما در خرم‌آباد همین حالا شروع کردند لورهای غیور و قیام ادامه داره. در تبریز چهارراه شهناز جوانان بسیاری اونجا دارن شعارهای ضد دیکتاتوری سر میدن. شیراز مردم به سمت چهارراه زندان، فلکی کوزگری، پارمونت، بلوار فردوس، صدرا، گلستان، مدرس، سینما سعدی، چمران، معالی آباد، بلوار امیرکبیر، کمربندی دارن میرن. از جاهایی که ارتش رو وارد میدان کردن، مستقر کردن، بعد از اینکه چند امیر فاسد ارتش رو اردن صحبت بکنن،
که بله ما هستیم، اینها که سخنگویان ارتش نیستند خبر ندارن که ارتش چگونه ریزش کرده. در شروان یک ارتشی که همراه مردم بود توسط سپاهی ها هدف قرار داده شد و بعد با فتنه آخوندی اومدن گفتن که این ارتشی رو اختشاشگران کشتند. همون داستان سانه اجاله که خودشون کشتند و بعد میخواستن بازور بگن این بسیجی بوده، مردم اون رو کشتند. این فتنه ها، این دروغ ها، این جنگ روانی که شروع کردن دیگه اثر نداره. مردم باور نمی کنن تحت هیچ شرایطی. در دانشگاه تهران بار دیگه شروع شده، در کاشمر، در مناطق مختلف. اگه بخوایم اسم ببریم من باید 100 شهر رو اسم ببرم. ولی آنچه که هست همیهنان گرامی، آنچه که بسیار مهمه در میدان ماندنه. در میدان ماندن یعنی پایان این رژیم. اینها جنگ روانی رو شروع کردن که بگن آقا 3-4 روز تموم میشه. نه، این یک انقلابه و انقلاب تا پیروزی همه میدونن که باید ادامه داشته باشه و نتیجه هر انقلابی در میدان ماندنه. بسیاری رو از ما کشتند، شهدایی، زخمیهایی و کسایی رو داریم که آسیب دیدند. کاملا درسته، این هزینه آزادیه، راهی نداریم. اونها که از ما میکشن در شرایط عادی، در هر شرایطی 43 ساله دارن میکشن. این حکومت، حکومت مرگ، حکومت فقر، حکومت فساد، حکومت جنایت بوده و هست. اینا که دارن میکشن. مرگ یک بار، شیون یک بار. این تصمیم همه آزادی خواهان، همه جوانان شجاع در سرتاسر ایرانه. شهرهای کوچیک خیلیا میگن که خب ما چه کار کنیم؟ اینجا کوچیک، همدیگر رو میشناسن. طوری نیست. مهم اینه که تاکتیک اصلی امروز اینه که این نیرویی که اونجاست بمونه و نتونن منتقلش کنن برای سرکوب جای دیگه. بسیاری از شهرستانهایی که کوچک، که 2-3 روز گذشته تقریبا اتفاقی نیفتاده، خالی از نیروست، آماده است برای به کنترل در اومدن توسط مردم. شروع بکنیم همه وارد خیابانها بشیم، در خیابانها بمانیم، همانند شهرهای بزرگ، همانند همه مناطق، همانند آذربایجان و کردستان. در بلوچستان هم شروع شده، همه جا. در حال حاضر همه ما متمرکز بشیم بر یک شعار اساسی و اون این هست، یک حقیقت اساسی و اون این هست، یک رمز مهم برای پیروزی و اون این هست. در خیابانها میمانیم، در خیابانها میمانیم تا این رژیم به پایان برسه. اجازه ندید کسانی که مسئول جنگ روانی هستند اونها بتونن روی شما تأثیر بذارن. فضا رو، فضای سرنگونی تماما ادامه بدید. فضای سرنگونی چگونه است؟ اکباتان دیشب در تهران، بسیاری از مناطق در تهران، پشت بام ها، کوچه ها، همه جا صدای مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای و بر کلیت نظام فاسد بود. شعارهای ضد حکومتی. این فضا رو فضای سرنگونی میگن و ما باید اون رو حفظ بکنیم. دکلهای صدا و سیما، اونها صدای مردم رو خفه میکنن، این دفاع مشروعه. مردم هم صدای آخوندی رو خفه میکنن. دکلهای صدا و سیما اهداف ما هستند. دکلهای صدا و سیما رو جوانان هدف قرار دادن و مخصوصا دفتر کیهان رو فراموش نکنید، نماد روزنامه فساد، نماد ولی فقیه و وقیه جمهوری اسلامی است. دفتر کیهان رو هم فراموش نکنیم. ما در شرایطی هستیم که همه شاهدیم. رژیم از ترس به دلیل شکست در مشت اول مردم اومدن صدای مردم رو قطع کردن. همیهنان گرامی، تنها در خیابان ماندنه که پیروزی رو برای ما به ارمغان میاره. این روزهای سخت، این شرایط سخت هم سپری خواهد شد. مثل همه ملت‌های آزاد دنیا خواهیم شد. رفاه و آزادی بزرگترین نعمتیه که یک انسان میتونه از اون برخوردار باشه. در این دنیا رفاه و آزادی مهمترین نعمتیه، ارزشیه که یک انسان باید داشته باشه. و ما ارزش این نعمت رو داریم، ارزش این آزادی و رفاه رو داریم. پس در خیابان‌ها بمانیم، در خیابان‌ها بمانیم و سنگر خیابانی رو ما تحت هیچ عنوان خالی نکنیم.
گروه های امدادی که تشکیل شده رو بیشتر بکنیم، گروه های کمک رسانی یعنی آب رسانی، غذا رسانی به کسانی که در میدان هستن بسیار ضروریه. شهرداری ها اینها دارن با وزارت اطلاعات همکاری میکنن. شهرداری رو زیر نظر بگیرید و هر اقدامی رو لازم میدونید انجام بدید. پایانه های اتوبوس رانی، ما نقل و انتقالات دشمن رو باید مختل بکنیم از هر راه ممکن، هر ابتکار ممکن بسیار مهم هست. در حال حاضر زندگی عادی مختل شده، همه میدونن، و تا بعد از آزادی ما مجبور هستیم که این شرایط فوق العاده رو نگه داریم. تاکتیک ما اختلال در تمام نقل و انتقالات نیروهای دشمنه و این بسیار مهم هست. امشب در سر تا سر ایران غوغا خواهد شد. شهر کوچک، شهر بزرگ، شهرستان، کلان شهرها، پایتخت، همه مردم از خونه ها خارج میشن. بار دیگه کسانی که ماشین دارن با خودرو، طوری نیست. جایی که میبینید نیرو زیاده با خودرو اونجا رو فتح میکنید. با خودرو، هزاران خودرو در هر منطقه، اینها چه حرکتی میتونن بکنن؟ چه تحرکی؟ فقط جمعی بودن ماست. این خرد جمعی، این آگاهی جمعی که به این عمل جمعی انجامید، با ادامه جمعی هم به پیروزی نهایی خواهد رسید. پس خیلی مهم هست توصیه های هوشیاری رو خیلی جدی بگیریم. وسیله های دفاعی ما شب گذشته پاسخ دادن در بسیاری از نقاط. خودروهای نیروهایی که حاضر نشدند به مردم بپیوندند رو به آتش کشیدند. در بسیاری نقاط هم خوشبختانه نیروهای انتظامی به مردم پیوستند، حاضر نشدند رو در روی مردم بایستند و فرار کردند به خونه هاشون. این بسیار مهم هست و شعارهایی رو ما در حمایت این بخش از نیروهای مسلح باید داشته باشیم. اونها خیلی سعی میکنن از طریق عمرای فاسدی که هر کدوم در ارتش چند تا کاخ دارن، سرداران فاسد سپاه پاسداران که کشور رو بلعیدن، هر کدوم 10 تا شرکت دارن با اسامی مختلف، یک پاسدار فدا بشه برای این افراد فاسد. اونها روی آوردن به تبلیغات نادرست. یک سری اومدن میخوان، چون ما مسلمونیم، اینها با اسلام مشکل دارن. چه کسی با اسلام مشکل داره؟ شما هستید که آبروی اسلام رو هم بردید، شما هستید که اسلام رو به خطر انداختید و شما هستید که باور مردم رو تخریب کردید. و اتفاقا یک واجب شرعی و دینی بر همه مسلمانان هست که اعلام جهاد بکنن علیه این خائنان. بقیه کسانی که باور ندارن، شهروندانی که باور ندارن، تمام ارزش‌های انسانی، تمام ارزش‌های یک جامعه مدنی و موازین بین المللی این رو میطلبه از ما که از خودمون دفاع بکنیم و حقوقمون رو نادیده نگیریم. مسلمان و غیر مسلمان، بی دین و با دین، زن و مرد، همه با هم دوشادوش هم علیه این دشمن مشترک به میدان اومدن. این میدانداری رو ما باید حفظ بکنیم و کماکان میداندار باشیم. اونها چقدر دارن دروغ میگن که مردم برگردن به خونه هاشون. تمام امپراتوری دروغ در خدمت این همه شایعه سازی، این همه دروغ پراکنی است برای تضعیف روحیه مردم. برید به خیابونها و خودتون حقیقت رو در خیابونها ببینید. از خونه ها خارج بشید و حقیقت رو بیرون منازل ببینید. یادمون باشه گروه های جوانان، رقابت بکنیم بر سر پایین کشیدن تمام دکل های صدا و سیما. صدا و سیما رو خفه بکنیم. این پاسخ هست به قطعی اینترنت. اونها هر گامی بردارن، ما باید مقابله به مثل کنیم. این تنها راه رهاییه. خوشبختانه همه گروه ها در حال حاضر بر دشمن مشترک تمرکز کردن. همیهنان گرامی ما هم در داخل ایران بر دشمن مشترک بیشتر تمرکز میکنند. این خیلی مهم هست. در هر جای ایران، در بندر عباس اجازه ندید بارهای اینها بتونن به بیرون برسه. اجازه ندید بارها از اسکله ها خارج بشه. در جاده ها کامیون داران بارها رو نرسونید. اینها تمام راه های انتقال
تجهیزات، انتقال نیرو، انتقال تدارکاتی، همه باید مختل بشه. پتروشیمی ها زمان اعتصابه، اکنون زمان با مردم بودنه. بازار تهران، بازار شهرستان ها اکنون زمان با مردم بودنه. همه ما، تمام مردم ایران باید از شر آخوندها خلاص بشن. فقط یک عده نیستند. خلاصی و رهایی از آخوندها به نفع همه است. آزادی به نفع همه است. اینها دارن دروغ میگن به طرفداران خودشون که برای اینکه نیاز دارن یه آخوند چجوری فساد رو ادامه بده، چجوری اختلاس رو ادامه بده، یک آخوند چجوری غارت مردم رو ادامه بده، باید یک کسایی برن ازش حمایت بکنن. اون افراد دو راه بیشتر ندارن، یا محکوم به دفن با آخوندها هستند، مجازات هستند، و یا اینکه خیلی راحت میتونن به مردم بپیوندند و افتخار بکنن از اینکه با مردم هستند. اینا تصاویر رو در صدا و سیما نشون دادن که بله، مردم حمله کردن به نیروهای انتظامی. مردم حمله نکردند، شما حمله کردید، مردم دفاع میکنند و این دفاع مقدس هست. دفاع از خود دفاع مقدس هست، دفاع از آزادی دفاع مقدس هست، دفاع از ناموستون دفاع مقدس هست. بلوچ به دختران بلوچ تجاوز کردند، اگر دارن دفاع میکنن، دفاع از ناموس دفاع مقدس هست و این دفاع مقدس رو ما باید با تمام قدرت ادامه بدیم. همیهنان گرامی، پولهاتون رو از بانک ها خارج کنید، دارایی هاتون رو از بانک ها خارج کنید، بعدن خودتون مسئول خواهید بود. دارایی هاتون رو خارج بکنید، کسی مال باخته نخواهد شد. بازار ارز، اینها ببینید بازور نگه داشتن دیگه، ارزی واقعا سیاست ارزی دیگه وجود نداره. اینها دارن در هر زمینی فعالیت میکنن که وضعیت رو عادی نشون بدن. وضعیت عادی نیست. ایران داره منفجر میشه به روی آخوندها و این انفجار پایان رژیم آخوندیه. پس ما پیمان ببندیم، به خون شهدامون وفادار باشیم و بهترین پاداش رو بدیم به اونها که ادامه راهشونه. همه با قدرت، همه پرتوان و با اراده در میدان بمانیم تا پایان این رژیم. اینها به نیروهاشون وعده داده بودن 3 روز. این 3 روز تا فردا شب، تا روز آینده است، به پایان میرسه، یعنی دیگه توانی ندارن. وعده داده بودن تنها 3 روز در میدان بمانید، اینها میرن خونه هاشون، تموم میشه. این انقلاب نیست، اعتراض ساده است، تموم میشه. خیر نیست. با در میدان ماندن ما مشخص خواهد شد که این یک انقلابه، نه یک اعتراض. درسته باجینا شروع شد، از این مرحله ما خارج شدیم، اکنون خواست مردم سرنگونی تمامی این حکومته. خواستای دیگر رو مطرح نمی کنیم، چون هر خواستی تحققش با سرنگونی جمهوری اسلامی میسر خواهد شد. هم اینو می دونن. مواظب باشیم که از خط مستقیم سرنگونی جمهوری اسلامی خارج نشیم و دوچار حواشی نشیم. همزمان با جنگی که در خیابان‌ها هست مقابله بکنیم با جنگ روانی که اینها ایجاد کردن. به خیلی ها میگن میکشن. اینها 43 ساله دارن میکشن. ما میخواییم کشتن به پایان برسه. ما میخواییم آدم کشی به پایان برسه. ما میخواییم ریختن خون جوانان به پایان برسه. ما میخواییم که زندانی سیاسی نداشته باشیم. ما میخواییم کسی نترسه. تنها یک لحظه حس بکنید یک روز آزاد هستید، از خونه خارج میشید، نگشت ارشادی، نه چیزی، پولتون در جیبتون هست و اندازه‌ای که نیاز هست بتونید بخرید، بخورید، با دوستتون، دوست دخترتون، همسرتون، عزیزتون از خونه خارج بشید، نفس بکشید در آزادی، چقدر لذت بخشه. و این لذت با ادامه این مبارزه حقیقی خواهد شد. آخوندها هیچ شانسی برای ماندن ندارند. خیلی ها سوال میکنن اصلاح طلب ها با مردم هن. بسیار خوب، کسی جلوی هیچ فردی اصلاح طلب اصولگرا تا دیروز بودی
از امروز نباش، با مردمت باش. اگر جنایت نکردی مردم میپذیرند، اگر مرتکب خون ریزی نشدی مردم میپذیرند. با مردم باش، به مردم بپیوند. از این مردم هستید شما هم. به هر دلیلی با رژیم بودید بودید، از امروز به بعد نباشید. و براءت از این مفسد فی الارض رو همین حالا انجام بدید. خامنه ای خائن اساسا توان صحبت کردن یک واژه‌ام نداره. اومدن صحبت‌هایی رو که قبل از عملش بوده برای روز به قول خودشون دفاع مقدس گذاشتن، بیاد صحبت بکنه در مورد به قول خودشون اختشاشاتی که بر سر ژینا امینی هست، آنچه که در صدا و سیماشون میگن، بیاد صحبت بکنه. خامنه ای خائن در بستر مرگ و نابودی، و مرگ و نابودیش حتمی خواهد شد. اگر ما در خیابان‌ها بمانیم، نه تنها مرگ و نابودی خامنه ای خائن به زودی حتمی خواهد شد، بلکه پیروزی قطعی و حتمی است. پیروزی قطعی یعنی ادامه راه، پیروزی قطعی یعنی در خیابان ماندن. فریب هیچ گونه از حرفای منفی بافان، هیچ حرف ضعیفان و کسانی که منفعتی دارن در ماندن این رژیم رو نخوریم. اینا میکشن، بله میکشن، اینا میکشن، کاملا درسته. 43 ساله دارن میکشن، امروز نیست. در آبان در دو روز 1500 نفر رو کشتند، ولی این آبان نیست، این ادامه داره تا پایان. و ما میدونیم آزادی بها میخواد، و ملتی که آزادی بخواد بهای اون آزادی رو باید بپردازه، و ما داریم بها میپردازیم. ولی به زودی این شب سیاه به پایان میرسه و ما به آزادی میرسیم. پس بسیار دقت بکنیم و در این مبارزه شرکت بکنیم. زنگ بزنید به هر تلویزیونی که فکر میکنید باستاب میده، صدای برحق خودتون رو از طریق تلویزیون رو پخش کنید. پیشرفت های تظاهرات رو به همه تلویزیون ها بگید. زنگ بزنید به همه جا، نگران دیگه کنترل نباشید. این رژیم قرار نیست که بمونه تا بتونه کنترل بکنه، تا بتونه دستگیر بکنه. وضعیت عوض خواهد شد، با در میدان ماندن ما همه چی عوض خواهد شد، به همین سادگی. نگاه کنید، برید خیابونا ببینید خستگی رو در چهره کسانی که هنوز در میدان هستن و فرار نکردن. به زودی فرار خواهند کرد، اینها نمیتونن دووم بیارن، ولی ما بی شماریم. ما میتونیم در میدان باشیم، بسیار ساده است، ما میتونیم در میدان باشیم. امروز برید و نگاه کنید چهره های افرادی، فقط برید ببینید چقدر خستگی و ترس در چهره ها میبینید. تا کی میتونن ادامه بدن؟ اینها در حال سرنگونی هستند و این فرصت تاریخی رو ما از دست نمیدیم. در خیابان ها میمانیم در هر شرایطی، در خیابان ها میمانیم تا آزادی، در خیابان ها میمانیم تا عبور از این رژیم و یک سرنوشت جدید. همه میخوان که وضعیت عوض بشه، و این تنها راهشه برای عوض شدن وضعیت. خیلی متشکرم جوانمردی عزیز. اینجا یک نکته ای رو اشاره کردی که یکی از کسانی که خودش تو این میدان هست دقیقا همین نکته رو گفته که نیروهای سرکوب فرسوده شدن، خسته شدن، عصبی شدن، و برخی وقتی پوتین هاشون از پاشون در میارن میگن نمیشه که ما بتونیم روی حداقل دوشک راحت بخوابیم. گویا که اینا حتی نتونستن از نظر تغذیه اینا رو درست تغذیه بکنن، به قول معروف لوجستیکشون ضعیف بوده، و این فرسودگی و این خستگی و این ترس کاملا بر اینها غلبه کرده. کسی که از درون خود اینها میگه، میگه یه نکته ای هم که خیلی جالبه، میگه یک احساس وحشتی هم دارن اینها. گویا که در مدارس برخی ها رو مستقر کردن، برخی رو در پایگاه های مساجد مستقر میکنن یا پایگاه های بسیجی که دارن تو مناطق. میگه هر آن میترسن که بهشون حمله بشه، هر آن خوابشون هم با آرامش نیست. و با توجه به اینکه اینا قرار بود که به قول معروف برای خودشون به عنوان روز دفاع مقدس جشن داشته باشن، ارتش و فلان و روز ارتش، میگه اصلا اینا موندن تو این مسائل. حتی ارتشی ها رو گفتن بهشون سلاح ندید. که میلیونی مردم بیارن، چند نفر اومدن؟ کمترین اعتراض تهران بیشتر از تعدادی بود که اینا تونستن جمع کنن.
تازه با این همه تشویق و با این همه تمنا و خواهش دیگه نیروی ندارن. با کلک‌های سینمایی می‌خواستن زیاد نشون بدن، یه لحظه از دستشون در رفت، فوکوس پرید، مشخص شد دور خالیه. ما پخش کردیم، برید ببینید، از تلویزیون خود رژیم کسی نیست. برای همین اینها دیگه نیروی ندارند، چون همه میدونن باطلن. یک نکته بسیار مهم رو اشاره کردی، اجازه بدید به همیهنان گرامی، مسلمانان، خطاب من با اونهاست، مسلمانان چه شیعه چه سنی، بسیاری از پایگاه‌ها رو به پایگاه به مساجد بردن، پایگاه بسیج رو به مساجد بردن. دو هدف عمده، اگر مردم حمله بکنن به مسجد بعد بیان علم بکنن که بله نگاه کنید دیدید اینا به مسجد دارن حمله میکنن، اگر حمله نکنن خب ما میزنیم اونا رو. ما نیاز هست، این نیاز هست که علمای ما، روحانیت، که البته روحانیت منظورم مفسدینی نیست که در حوزه های علمی قم و مشهد و تهران هستند، اونها با حکومت هستند، همه میدونن که اونها سرسپردگان حکومت فاسد هستند، ولی اگر روحانی هست که با مردمه باید به مردمش بگه که در دفاع از خودمون مسجد و غیر مسجد نداریم، وقتی که از مسجد از ما شلیک میشه از اون مسجد، اون مسجد رو تسخیر بکنیم. بهترین راه این هست که کسانی که میرن نماز میخونن، مسجدی که فکر میکنید اونجا به مرکز بسیج تبدیل شده، به بهونه نماز برید اونجا و خلی سلاحش میکنید. این بهترین راه هست، چون اینا دارن، این حکومت 43 ساله با دروغ سر پاست، دروغاشون رو مردم متوجه شدن، حالا هم اومدن برای اینکه مثلا به کشورهای عربی اطراف بگن، افراد تندروغ رو پیدا بکنن بیارن ایران برای سرکوب، بگن بله نگاه کنید دارن اینا به مساجد حمله میکنن، و بعد خودشون برنامه قرآن سوزی دارن، این رو بیان نشون بدن، مزدورانشون این کارو بکنن، بعد نشون بدن بگن آقا نگاه کنید اینا چی کار میکنن، ما داریم از اسلام دفاع میکنیم، و بعد افراد ناآگاه رو جمع بکنن برای سرکوب، چون دیگه نیروی سرکوبشون دوام نمیاره، خسته کوفته کسانی که در میدان هستن و بقیه هم فرار کردن، کلی نیروشون فرار کرده. شما تصور کنید سربازخانه ها داره خالی میشه، تصور کنید ما از عجب شیر پیام گرفتیم، اونجا مرکز آموزشیه، در رو بستن و روی همه نمیذارن کسی خارج بشه، یعنی مثل زندان شده پادگان براشون، که آقا حق ندارید شما، اجازم نیست، فعلا هیچ چی نیست، مثل زندانه، حق ندارید آقا دو ساعت برم خرید، نخیر نمیتونید برید، دو ساعت این کار رو دارم، نمیتونید، مرخصی هم نیست، هیچ چی نیست، باید بمونید، یعنی مثل اسیر در پادگان ها هستند. خب اینها چجوری میتونن دووم بیارن؟ دووم نمیتونن بیارن، تیراشون داره به سنگ میخوره دیگه، فتنه آخوندی کارساز نیست، فتنه پشت سر فتنه خونسا میشه، هر فتنه هر حیله آخوندی خونسا میشه، مردم آگاه و بیدار شدن، یه کسی فریب نمیخوره، قدر مسلم همه متوجه شدن اینها نه تنها نماینده اسلام و شیعه نیستن، بدترین دشمن اسلام و مخصوصا شیعه، آبرویی برای شیعه نذاشتن، اصلا شیعه عراق اجازه نمیده که اینها وارد بشن، برید نگاه کنید در عراق چه رفتاری دارن با کسانی که مدعی مثلا شیعه بودن و ایرانی بودن رو دارن، آبرویی برای شیعه هم نذاشتن. پس مسئله فقط این نیست که تعدادی از مردمی که اعتقادی به دین و ایمان و یا شیعه ندارند اونها مخالفن، مسئله اینه که اساساً اینها کاری کردن که همه متوجه بشن دشمن اصلی دین اینها هستند، و خیلی هم که دینشون رو دیگه دینی ندارند برای خودشون از قبل رفتار این رژیم، اونها هم که کامل مخالفن. ولی آنچه که امروز مسلمه، پیام امروز آزادی خواهان این هست که دیندار و بادین در یک صف علیه حکومت، علیه دشمن مشترکه، و در فردای آزادی هم بدون تردید آزادی ادیان خواهیم داشت، دین رسمی نخواهد بود، یعنی دین رسمی به این مفهوم که مثلا ایران شیعه اصل و اشعریه، ایران اینه نیست، دین یک مقوله آزاده، هر کسی ارتباط خودش با خدای خودش، کسی میخواد داشته باشه، کسی میخواد نداشته باشه، کسی میخواد تبلیغ بکنه برای خودش، کسی میخواد نکنه، کسی میخواد مسیحی باشه، کسی میخواد مسلمان باشه، کسی میخواد بهایی باشه، کسی میخواد نباشه، این یعنی آزادی دین، و آزادی دین با حد که حرمت دینداران یا با
ضرب و شتم دینداران کاملا متفاوت هست. پس اجازه ندیم که اینها با دروغ و نیرنگ فتنه آخوندی بخوان که موضوع رو طور دیگه نشون بدن. بله. حالا مطلب دیگری که برای ما ارسال شده بود که گویا حالا این فرد یا خودش پای سیستم بیسیم بوده یا شنود شده، میگفت که یک سری قرارگاه های عملیاتی داره سپاه در بیرون شهرها که غالبا اینها در مثلا حد فاصل شهرهای بزرگ قرار گرفته. میگه اون چیزی که واضح بود که وقتی فرمان داده میشد که آقا مثلا گردان فلان رو بفرستید شما برای سرکوب، میگه هنوز از قرارگاه خارج نشدن فرمان داده میشد آقا فلان شهرم شورش شده تقسیم کنید یه بخشی رو این بر بفرستید. میگه این سردرگمی در مورد ارسال نیروها نشون میده که هرچی گسترده تر باشه تظاهرات در شهرهای متعدد، اینها مستعجل تر میشن و توان نخواهند داشت. و این مطلبی بود که این بیننده روش خیلی اصرار داشت. تردیدی نیست، کسی نیست ندونه که اینها 80 میلیون نیرو دارن. مگه ندارن 80 میلیون نیرو؟ اینها 40 میلیون ندارن. اینها 400 هزار نفر، با 400 هزار نفر ایران رو میتونن کنترل بکنن. برای همین بسیار مهم هست که ما دست کم در 150 شهر در میدان ها بمانیم. ما به 100 شهر رسوندیم، به 100 شهر رسوندیم. ما 50 شهر دیگه هم نیاز داریم که رژیم رو بندازیم، 50 شهر دیگه در سرتاسر ایران. پس خیلی مهم هست اگر در شهری هستی که شهرستان‌های کوچک هم منظورم هست، همه، اگر در شهرستانی هستی که اتفاقی نیفتاده هنوز شروع کنید. شما اون جوان آغازگری باشید که سکوت رو در هم میشکنه برای تاریخ ساختن، برای تاریخ سازی، تاریخ ساز بشید. شما هم شروع کنید. ما نیاز داریم که به 150 شهر برسه، به 150 شهر برسه فاتحه آخوند خونده میشه و به زودی ما در میدان آزادی تهران بیانیه پیروزی رو میخونیم. بسیار مهم هست همیهنان گرامی، 50 شهر دیگه وارد تظاهرات بشه. پس شروع بکنیم در بقیه شهرستان ها. به این بسنده نکنیم که نگیم که خب اینجا کوچیکه مهم نیست. چه اهمیتی داره؟ اهمیت داره. بذارید پاسگاهی که 5 نفر اونجا هست یا تسخیر بشه فرار بکنن یا مجبور بشن شبانه روزی در خیابان باقی بمونن. این بسیار مهم هست. 50 شهر دیگه میخوایم به 150 شهر تبدیل بشیم. اینها هرگز نمیتونن در 150 شهر حضور داشته باشن و مجبور هستند که یا به مردم بپیوندند یا هم سرنوشت دوستها و ابرفاسدهای آخوندی بشن. بله. یه مطلبی های جوانمردی که بیننده ای اشاره کرده، قبلا هم برای ما این ارسال شده بود، ما البته در شبکه کلمه یه بخش کلمه رو به صورت رادیویی داریم اما رادیو اینترنتی اپلیکیشن، گفته اگر امکان باشه که صحبت‌های آقای جوانمردی حداقل این راهنمودها به صورت رادیویی از امواجی پخش بشه که بدون اینترنت مردم بتونن استفاده کنن، طول موج کوتاه یا بلند، این خیلی میتونه اثرگذار باشه در این روزهایی که اینترنت قطع در ایران. متاسفانه ما امکانات خاصی نداریم. در تمام رسانه‌هام شما شبکه کلمه و شبکه کانال یک به ما تریبون میدن، بقیه نمیدن. خیلی از تلویزیون ها متاسفانه زیاد خوششون نمیاد از توصیه هوشیاری، از اینکه مردم خط بگیرن. گرچه مردم هوشیارن، میدونن، ولی هماهنگ کننده لازم هست. ما همین صحبت ها رو از کی میگیریم؟ از داخل ایران میگیریم. ما چجوری فهمیدیم که خامنه ای خائن در بستر مرگ و در 25 روز گذشته با هیچ کسی صحبت نکردی؟ این صحبتاش مال قبله. چجوری متوجه شد؟ همه مال داخل کشوره. چجوری ما میگیم در اصفهان این شد، در تهران، در همه مال داخل کشوره. ما نقش هماهنگ کننده رو داریم و خیلی از تلویزیون ها، چه من نمیدونم آیا حسادته، آیا از شخص بنده بدشون میاد، آیا فکر میکنن این به زیان ایرانه که این صحبت ها پخش بشه، من نمیدونم. ولی شخصا من فکر میکنم دارم وظیفم رو انجام میدم، مثل تمام کسانی که دارن وظیفهشون رو انجام میدن و چه بسا مهمتر از کاری که ما انجام میدیم، مهمتر از این انجام وظیفه بنده، کسان زیادی هستن، جوانان غیوری هستن که بزرگترین سرمایه زندگی خودشون، یعنی جونشون رو کف دستشون گذاشتند و در خیابانها دارن مبارزه میکنن، که من از راه دور دست تک تک این خواهران و برادران رو میبوسم که در خیابان ها دارن مبارزه میکنن.
بله. این مقاومت مقدس، این دفاع مقدس رو باید ادامه بدیم. آقای جوانمردی، یک نکته ای رو من اشاره کنم، حالا به بخشلت خطاب هم مثل بیشتر بینندگانه. بعضی مطالب رو شما اشاره میکنید که ما ناکبکیم توی بالاخره سطح رسانه به صورت زنده پخش بکنیم. خودتون بهتر میدونید. نیا کنین صلاح مملکت خیش خسروان دارن. من سوالاتتون اگر به من پیام میدی یا زنگ میزنی آز سوال من مطرح نکردی، نگاه کنید دفاع مشروع که آقای جوانمردی بهش اشاره کرد یک اصل هم شرعی هست و هم یک اصل بین‌المللی حقوق بشر. اصل شرعی به این معناست که اگر کسی خواست تو رو بکشه، تو خودت، ناموست، مالت، دقت میکنید، ایمانت، اگر در برابر اون فردی که متعرض میکنه خواست تو رو بکشه، تو اگر بتونی سکوت کردی جنایت کردی. باید به هر ابزاری که میدونی، این ابزار دیگه دست خود شماست، آقا ما چه بکنیم چه نکنیم نمیدونیم. دفاع مشروع هم همینه. حالا تو اومدی توی خیابون، طرف داره راست گلوله میزنه تو سینه، تو بخوای بهش دست گل بدی، این دیگه خودتون میدونید، مال از ما سوال نکنید. اما یه نکته ای را آیه آمردی، اینا دارن هی این پخش میکنن که وا ویلا سب کنی هواپیمای رئیسی ابراهیم قاتل برسه ایران، اون موقع همه شما رو سرکوب خواهند کرد، همه رو خواهند کشت. اینو چگونه میبینید؟ این مگه رئیسی مهمتر از خامنه ای خائنه که البته خودش نیست ولی مشتبه داره دستور کشتن میده؟ مگه رئیسی گماشته بیت رهبری، رئیسی گماشته خامنه ایه و همه این رو میدونن. رئیسی چیکار میتونه بکنه تنها؟ اساسا اگر این تظاهرات زیاد بشه هواپیمای رئیسی سهله، بقیه هواپیماها به کار میفتن، از کشور خارج میشن. این رو بدونید. پس قدرت در دست مردم، این مردم هستن که میدان دارن. اینا میکشن و در میدان ماندن ما باعث میشه که اونها نتونن همه رو بکشن، نتونن کسانی رو که در میدان هستن بکشن. چقدر میکشن؟ 1500 نفر در آبان کشتند، این بار 3000 نفر میکشند. بکشند، ما در میدان میمانیم. اگر قرار هست با 3000 شهید از آخوندها رد بشیم، این سوالیه همه باید از خودمون بپرسیم. آیا بمانیم یا ترجیح بدیم اینا بمونن؟ اگر اینا بمونن، هزاران هزار نفر رو هر روز، نه هر هفته، نه در طول سالها میکشند، همیشه، کما اینکه کشتن 43 ساله. ولی اگر اینها برن، مرگ یک بار، شیون یک باره. یک بار شیون میکنیم برای همیشه، یک بار برای همیشه، راه دیگه ای نیست. این حرفا ممکنه همه جرأت نکنن بزنن، این حرفا رو همه شاید نتونن بگن، ولی این یک حقیقته. بله، ما برای آزادیمون مجبور هستیم که ادامه بدیم. در غیر این صورت یعنی نابودی، سرسپردگی، نابودی، مرگ تدریجی، غارت کشور، نابودی کشور، ایجادی کره شمالی. کسی این رو نمیخواد دیگه. ما از این مرحله رد شدیم. مردمی که در حال حاضر در خیابانها هستند، اینها تصمیم گرفتند که ادامه بدن، اینها تصمیم گرفتند که مبارزه رو ادامه بدن و میدونن خطراتش رو. جوانی که میره در خیابان روبرو میشه با یک کفتار بسیجی، جوانی که میره در خیابان روبرو میشه با یک حافظ فساد، جونش رو در کف دستش گذاشته و خطرات رو میدونه. اجازه بدید برن. کسانی که اشتباه 57 رو انجام دادن مانع نشن. اگر نمیتونید همراه بشید، مانع نشید. اجازه بدید این جوانان آزادی خودشون رو به دست بیارن. اجازه بدید این جوانان آینده خودشون رو بسازن. پس اگر همراه نیستید، اگر کمک نمی کنید، مانع هم نباشید. آقای جوانمردی، اگر حالا شما تصویرش نمی بینید، داری بد خواهید دید. دوستان از اتاق فرمان، اگر امکان داره این تصاویر رو پخش بکنید. بیننده ای از فردوس، چند عکس رو از صبحگاه مشترک ارتش و نیروی انتظامی و به قول معروف اینها سپاه، ارتش و سپاه، دارن نیروی انتظامی و سپاه به پخش کرده. دلش میخواد اینا رو ببینید. میگه نگاه کنید کل جمعیت صبحگاه که اینها برگزار کردن، اون هم در یه چنین روزی که براشون اهمیت داشته، همین قدر بوده. این خیلی عجیبه. میگه که از شهر فردوس هست،
حالا من چند تا عکس رو پی در پی نشون میدم. یکیش اینه، ببینید عکس بعدی اینه، عکس بعدی که دیگه گردان موتور سوار سرکوبگرشن، تعدادشون کلش رو داشته باشید، و اینم جمعیتی که اینجا وایسه. دوستان کافیه. این دوست بیننده ما که این رو فرستاده گفته با جوانمردی و بینندگان بگید که کل نیروی سپاه و پلیس و راهنمای رانندگی شهرستان فردوس در خراسان جنوبیه، یعنی صبح‌های مشترکشون بوده که پنجشنبه برگزار شده. اینا به اندازه تعداد یک دانش آموزان یک دبیرستان هم نیستن. اگه حتی مردم در شهرهای کوچک اندکی همت بکنند میتونن پیروزی‌های بزرگی رو به دست بیارن. خب آقای جوانمردی نظرتون چیه در مورد این؟ حالا تصاویر رو ندید ولی واقعا ببینید قابل تعامله؟ کاملا درسته. اینها در هر، اگر شما دقت بکنید، در هر گوشه در حال شکست هستن. خوشبختانه بسیاری از افراد محبوب به مردم پیوستند و در حال حاضر دارن کمک میکنن به پیش برد مبارزه. من تصویر رو نمیبینم، برای همین نمیتونم نظر بدم، ولی به طور کلی میخواستم صحبت کنم که از همه دعوت بکنیم به این مبارزه بپیوندند. علی کریمی، اسطوره فوتبال و ورزشکار محبوبی که همه ما دوستش داریم، علی کریمی رو، با انتشار توییتی گفته که مردم متحد بشن، مردم در جریان قطعی اینترنت همه با هم متحد بشن، و گفته که سال 57 هم مثل الان اینترنت نبود ولی همه مردم با هم مثل امروز متحد بودن. حالا اینها ترفندی رو به کار میگیرن، اینترنت موبایل رو قطع کردن، اینترنت خونه ها باشه. چرا؟ برای اینکه مردم برگردن به خونه هاشون. تمام منازل اینترنت وای فای خودتون رو باز بکنید، برای کسی که از کوچه رد شد بتونه استفاده بکنه. مثل سنندش که این کارو کردن. کسی که از کوچه رد شد بتونه استفاده بکنه. دو، با اینترنت بی اینترنت، تصمیم بر ماندن در جبهه خیابان هاست، تصمیم بر ماندن تا پیروزیه. اینا اینترنت میدن نمیدن مسئله این نیست. نگاه کنید ایلان ماسک، من نمیخوام کسی دلش خوش کنه، ولی قدرت مردم باعث شده که ایلان ماسک بگه اینترنت میدیم، وزارت خارجه هم قبول بکنه. شاید یک ماه طول بکشه، یک ماه زمان زیادی است، ما منتظر این نمیشیم. ما خودمون قبل از اینکه اونها به ما اینترنت بدن باید این رژیم رو بندازیم، و ما میتونیم با در خیابان ماندن. در خیابان ماندن دندونهای اینها رو داره میندازه. کسانی که داشتن ازشون حمایت میکردن یکی پس از دیگری دارن ریزش میکنن، بازگشت به خونه ها زیاد شده، و کسانی هم که در ماندند برای کشتن مردم، اونها خونه هاشون هم دیگه در امان نیست، منازلشون در امان نیست. آزادی خواهان حق دارند اونها رو مجازات بکنن، خونواده هاشون رو مجازات بکنن. اونها به خونواده های ما رحم نکردن، فراموش نمی کنیم. این دفاع مشروعه. اگر اونها امنیت مردم آزادی خواه ما و خونواده های اونها رو به خطر انداختن، ما هم امنیت اونها رو هدف قرار میدیم. مشت در برابر مشت، خون در برابر خون، تا آزادی. بله خیلی متشکر. الان بیننده مطلب تکس فرستاده یا متن اصطلاحاً که اشاره میکنه در لاهیجان مردم دارن جمع میشن، حلقه در مناطق متفاوت جمع شدن. آقای جوان، نکته جالبیه. خب این حلقه ها شاید کم دیده بشه به صورت کلونی، چگونه اینها به هم میتونه متصل بشه و قدرتمند بشه یا همینجوری پراکنده باشه در سطح شهرها؟ تمام ایران، ما در 150 شهر و شهرستان نیاز داریم به تظاهرات، و این قطره ها مثلا در تهران در 20 نقطه تظاهرات فرضاً مثل دیشب که امشب بدون تردید به 30 نقطه هم خواهد رسید، تا زمانی ادامه پیدا میکنن که نیروهای اینها برگردن عقب نشینی بکنن. کی؟ اینها که نمیتونن شبانه روز در خیابان باشن. اگر ما خیابان ها رو ول نکنیم، اونها نمیتونن که باشن، مجبور میشن متمرکز بشن در یک نقطه. ما در یک نقطه متمرکز نمیشیم، اونها اینجا نیرو دارن، ما خستشون میکنیم، میریم یه جای دیگه، میریم یه محله دیگه، اون محله شون میکنیم. این تا زمانی که دیگه اینها توان انتقال ندارن. ما راه‌های انتقالی رو مختل کردیم، ما پایانه‌های اتوبوسی رو اون موقع، تا اون موقع ما مختل کردیم، دیگه اینها نمیتونن منتقل بشن. اون موقع است که قطره‌ها به طرف همدیگه سرازیر میشن و اون حرکت میلیونی تشکیل میشه، پیش به سوی بیت
ابر فساد خامنه ای خائن میرن و خامنه ای رو که دارن سرم بهش وصله، اکسیژن بهش وصل کردن، اکسیژنش رو میکنن و آزادی رو اعلام میکنن. آقای جوامدی، مطلبی رو، حالا چون ما با شرایط کردستان آشنا نیستیم، ولی خب کردستان نشون داد، یعنی مناطقی که هموطنان کرد ما ساکن هستن، چه از آذربایجان غربی، چه کردستان، چه بالاخره کرمانشاه، نشون دادن که یک دست یک پارچه وارد میدان شدن و هنوزم نسبت به شهرهای دیگه خیلی پرقدرت‌تر در برخی مناطق حضور دارن. اما برخی هی میپرسن حزب دموکرات اونجا کجاست، احزاب کردی دیگه کجان. میخوام در این مورد واقعا ببینیم چه جوریه، آیا اینها خواه مردمی که هستن وابسته به اینها نیستن، یا اینها نیروی بیرون از کردستانن. این اگه اطلاعی دارید بدید در این مورد ممنون میشیم. سوال خوبیه، اتفاقا میخواستم این رو با همیهنان گرامی در میان بگذارم. کردستان ترکیبش به نوعی هست که احزاب اونجا بالادست هستن، یعنی احزاب وقتی فراخوانی میدن اینقدر تشکیلات و هوادار دارن که اون فراخوان عملی میشه، یعنی نفوذ دارن احزاب و این نفوذ مال امروز و دیروز نیست، سال هاست، ده ها ساله. به همین دلیل کردستان یک پارچه تره و زمانی که مثلا میگن اعتصاب میان، زمانی که میگن تظاهرات میان، ولی آنچه که خیلی مهمه، چرا حزب دموکرات یا کومله نمیاد و نباید هم بیاد، این هست که این بهونه دست دشمن میده. اگر حزب دموکرات نیروهاش رو وارد شهرها بکنه، خیلی راحت میگن آقا نگاه کنید تجزیه فلان این و این رو علم میکنن برای اینکه در تهران مردم رو به خونه هاشون برگردونن. به همین دلیل است حزب دموکرات و کومله، من فکر میکنم نیروهای کرد میتونن به طور کلی میتونن اینها شهرها رو به کنترل در بیارن. خیلی از شهر در اشنویه مردم خودشون قبل از اینکه نیروهای کرد اصلا اونجا برسن یا حضور داشته باشن، خودشون خل اصلاح کردند مرکز پلیس رو، آتش زدند خونه های خائنین جاش ها رو، و اساسا هنوز حزب دموکرات که اونجا نبوده، که نیروی نداشته اونجا یا کومله. این اساسا باید ادامه پیدا بکنه تا زمانش فرا برسه. به هیچ عنوان فعلا احزاب مسلح کرد نباید مداخله مستقیم داشته باشن. ما نیاز داریم به همین مبارزه‌ای که در حال حاضر هست این رو به پیش ببریم تا زمانی که اینها کاملا فرسوده بشن و پیروزی حتمی بشه. این بسیار مهم هست که ما اجازه ندیم که دشمن بتونه سوء استفاده بکنه. و در ضمن در کردستان اینها خیلی بی‌رحمانه تر، اینا ماشین آبپاش ندارن در اشنویه که با کلاشینکوف زدن 30 چند نفر رو با کلاشینکوف زدن که 4 نفرشون به شهادت رسیده. در سنندج، در مهاباد، در اینا با تفنگ میزنن، ماشین آب پاش و نمیدونم کلاه خود و فلان نیست، خود سپاه اومده و یا در مهاباد جاش های منطقه اومدن و اونجا مستقر شدن. به همین دلیل این وضعیت متفاوت هست با آنچه که در تهران هست و اصل کردستان نیست. کردستان به تنهایی هیچ وقت نمیتونه در ایران کاری بکنه. آن چیزی که مهم هست سراسری و به ویژه تهران هست. شاه رگ آخوندها در تهران باید قطع بشه. در تهران سر مار که زده شد، خود به خود بقیه تسلیم خواهند شد. آقای جوانمردی، بچه‌ها از اتاق فرمان پیام دادن که امریکا ظاهراً پذیرفته که خدمات اینترنتی ایران ناس به صورت ماهواره‌ای برای ایران آزاد بشه و تحریم رو از این بخش برداشته، که اینم خودش حالا بالاخره یه گامی هست که میشه به زودی استفاده. من عرض کردم، من میدونستم بهتون گفتم نمیخوام کسی رو امیدوار کنم به آمریکا. بله، اینها اینترنت رو میخوان تا یه ماه دیگه به ایران بدن و ولی ما منتظر این نشیم، اصلا کاری نداشته باشیم. مقاومت مشروعی که در حال حاضر هست روی پای خود مردم، از خود مردم. آمریکا کمک میکنه، باید هم کمک بکنه، چون داره میمیره که روی اسب مرده چرا شرط بندی بکنن؟ اینا رفتنی هن. برای چی روی اینا شرط بندی؟ دیگه مذاکره مالی تموم شد رفت. در حال حاضر آن چیزی که هست این حکومت باید بره. کسی هم به آمریکا و به هیچ جای دیگه هم امیدوار نباشیم. روی پای خودمون هستیم، روی پای خودمون خواهیم بود و روی پای خودمون هم آخوندها رو با اردنگی از ایران بیرون خواهیم کرد. آقای جوانمردی، بیننده اشاره کرده که
چه خوبه که وقتی هموطنان یک بسیجی، یک مزدور، جاسوس، یک سرکوبگر رو میگیرن که علامتی روش بذارن یا یک نشانه مردم مصمم بشن که بر اساس اون چیزی که این به کار برده من نمیخوام ذکر بکنم که مردم بشناسن بابا این خائن سرکوبگر این جاسوسه. در چند جا اینا رو لخت کردن که فکر میکنم اقدام خوبی بود، ولی نکته اساسی این هست در استراتژی جنگی شما وقتی که کسی رو دستگیر میکنید که میدونید این آدم آدمیه، آدم کشه و اومدی که شما رو بکشه، کمترین کاری که باش انجام میدی این هست که دیگه این نتونه برگرده به میدان جنگ. کمترین کار. پس فراموش نکنیم هر کسی هم اومد در میدان گفت ولش کنید، ترحم کنید، این داره فش میده به خامنه‌ای، نه دیگه دیره. وقتی که ما شما رو دستگیر کردیم هین کشتن مردم دیگه فایده نداره، دیگه کار از کار گذشته، اونجا باید مجازات بشه و هر فردی هم که اومد حمایت بکنه اون رو دستگیر بازرسی بکنید، بدون تردید پیدا خواهید کرد که ممکنه اونم نیروی لباس شخصی باشه، پس مجازات دوتا خواهد شد. عرض کردم ما راهی نداریم، ما با آخوندها مواجهیم، ما با پلیدترین نوع حکومت در جهان مواجه هستیم که مردم خودش رو داره قتل عام میکنه، پس ما از خودمون باید دفاع بکنیم. دیگه مردم هم خوشبختانه راهکارهای دفاع رو یاد گرفتن و دارن انجام میدن. دفاع با قدرت در سرتاسر ایران داره انجام میشه و جوانان ایرانی متوجه شدن که اگر اونا میزنن ما هم میزنیم. در سردشت صحنه های حماسی رو باید دید، نمیدونم همیهنان ما همه دیدن یا نه، که با چماق اونها با تفنگ، اینها با چماق اینها رو زدن، فراری دادن و کاری کردن که شکست بخورن. نیروهای اینها کم، به شدت در حال فرسایش، ریزش بالا، خستگی بی نهایت. این ادامه یعنی مرگ جمهوری اسلامی. هم میهنان گرامی، با مسئولیت این رو خدمتون عرض میکنم، تنها چند روز دیگه دوام بیاریم، در پایتخت ما پرچم سرنگون شده آخوندی رو خواهیم دید. آقای جوانمردی به همین سادگی بره. پیروزی نزدیکه، به ما نزدیکه، ولی باید تا قدم آخر بریم، نباید تحت هیچ شرایطی با هیچ بهانه‌ای با هیچ صحبتی با هیچ دروغی متوقف بشیم. ترس رو از دلمون خارج بکنیم، سرود بذارید، سرودهای حماسی، سرود حماسی گوش بدید قبل از اینکه خارج بید. اگر ذره ترس در وجودتون هست سرود حماسی گوش بدید، آهنگ‌های حماسی گوش بدید، از خانه خارج بشید و شجاعت رو تکثیر بکنید و زنان شجاع رو ببینید که در صف مقدم هستن، زنانی که مورد ستم مضاعف واقع شدن. رقابت بکنیم در اینکه کدوم شهر زودتر آزاد میشه، رقابت بکنیم که ببینیم در ایران کدام شهر زودتر از همه آزاد میشه. بله. در این رقابت آزادی، در این هماهنگی، در این که تمام مردم ایران در حال حاضر به یک پیکر واحد ضد دیکتاتوری آخوندی تبدیل شدند، تردید نکنید که ادامه این راه در خیابان ماندن یعنی پیروزی قطعی و کامل. پیش به سوی پیروزی قطعی و کامل بریم. بیننده ایم اشاره کرده که میخوام تماس بگیرم، البته شما به نظرم با کانال آواتوه تماس بگیرید، میگه یک آهنگ حماسی واسه حال هوای امروز ایران دارم درست میکنم، اگر مایل باشید هر وقت حاضر شد براتون میفرستم، برای ما هم بفرستید، برای کانال آواتوه هم بفرستید. ولی این آقای جوانمردی دیشب هم اشاره کردن که هر کسی هر کاری میتونه تو این زمینه انجام بده و کسی که بالاخره هنرش باید به کار بگیرید، اگه هنر اینجا به درد نخوره دیگه کی میخواد به درد بخوره؟ هنری که در خدمت مردم نباشه، هنری که درد و رنج مردمش رو بازتاب نده، هنری که بیانگر خواست ملتش نباشه، هنری که صدای ملتش نباشه، هنر نیست، باید دور انداخته بشه. در کنسرت همایون شجریان برید فریادهای مرگ بر دیکتاتور رو بشنوید. اینها همه جا دارن شکست میخورن. پس خیلی مهم هست همه جا رو به فضای سرنگونی تبدیل کنیم. اگر شما مثلا میبینید در جایی هستید جمعیت داره جمع میشه، 20 نفر شدید، به فضای سرنگونی تبدیل کنید. اگر مترو هستیم به فضای سرنگونی تبدیل کنیم. اگر مراسمی هستیم، جایی هستیم،
هر جمعیتی به یک تظاهرات تبدیل بشه. این خیلی مهم هست و کاری بکنیم که اینها سرنگونی رو حس بکنن. اکثر کسانی که با اینها هستن مصلحت طلب هم به خاطر پوله و حاضر نیستن جونشون رو فدا بکنن برای آخوند فاسد. اینها که ببینن مردم دارن برنده میشن اوتوماتیک به خونه هاشون برمیگردن. پس کاری کنیم که ببینن دارن مردم پیروز میشن. این بخشمون دیگه 4-5 دقیقه دیگه بیشتر نمیتونیم در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم. من خیلی ممنونم. من دوباره میام. نه این نکته خیلی مهمه. دوستان میخوام تصویرم پخش بکنید که اینجا بیننده فرستاده یکی که از میان برنامه است که خودشون دارن پخش میکنن در حال حاضر که بگن آره معترضان دنبال برداشتن حجاب و بیبندوباری و با فساد و اینا بار و اینجور چیزا هستن، میخوان قشت مذهبی جامعه رو با خودشون کنن. زود گول این حرکاتشون رو نخورید. داره اینو میگه، تصویرم گذاشته دوستان نشون بدن که از تصاویری که داره در فضای اجتماعی پخش شده، میگه این عکس رو الان خودم گرفتم. و حتی ایشون در پایان اشاره میکنه، میگه دارن ذهن مردم رو برای پوست اندازی یا شاید یک کودتا آماده میکنن. 3-4 دقیقه در خدمتتونیم. در این بخش باز میتونیم در خدمتتون باشیم. قسمت دیگه، فتنه آخوندی تا سقوط کاملش ادامه خواهد داشت. حیله اینها، حیله های اینها برای ماندگاری بسیار فراتر از این هاست. ممکنه قرآن رو بسوزونن، بر سر نیزه بکنن، محجبه رو بیارن بسوزونن، بگن اینا این کار رو انجام دادن. نگاه کنید مثلا در شیراز، در تهران، جاهای مختلف همیشه اینها پرچم هاشون رو روی خیابون ها در خیابون ها نصب میکردن، یا پرچم مثلا سیاه خالی. حالا رفتن پرچم لا اله الا الله نصب کردن، چون میدونن مردم دارن میسوزونن، مردم دارن خشم مقدس خودشون رو در خیابون ها نشون میدن که داره به انقلاب مقدسی تبدیل میشه و میخوان اینا رو بسوزونن. اینا هم بگن بعد نگاه کنید، اینا هدفشون قرآن هست، هدفشون اسلامه، هدف جمهوری اسلامیه. هر دینداری اگر واقعا دین داره بره تمام آموزه هایی رو که از امام حسین بهش دادن بخونه. کجا گفتن در مقابل ظلم سرخم کنید؟ کجا گفتن اگر فساد شد قبول کنید؟ کجا گفتن اگر دزدی شد، به تجاوز شد به دختران، اینا رفتن هر کاری خواستن، هر غارتی خواستن، هر غلطی خواستن انجام دادن، شما سکوت کنید؟ کجا در اسلام اینو گفتن؟ اتفاقا کسانی که دیندار هستن این رو بدونن، مهمترین دشمن دین جمهوری اسلامی هست. دین شما مهمترین دشمنش جمهوری اسلامی. کاری که اینها کردن کیا که انجام دادن؟ چه کسانی، کدوم دشمنان دین تونستن این گونه ضربه بزنن به دین؟ پس این دروغ مطلقه. و البته عجیب نیست، تا لحظه سرنگونی کامل فتنه آخوندی هست. فتنه آخوندی رو جدی نگیریم. هر کاری کردن بدونن این مال خودشونه، فرقی نداره. ممکنه یکی خارج از مرزا این کارو بکنه با مأموریت اینها. کم دارن افراد نفوذی در خارج کشور؟ بدون تردید نه. پس کسی فریب نخوره، فریب این بازی‌ها رو نمی‌خوریم. این رژیم باید بره. آن چیزی که خیلی مهمه، این نظام فاسد باید بره. نظام باید بره. مردم به کمتر از این قانع نمیشن و تمام این ترفندها و حیله ها و فتنه ها هم راه به جایی نمیبره. مسلمان و غیر مسلمان در یک صف واحد علیه این حکومت به پا خواستند و تا پایان هم این قیام با شکوه رو ادامه میدن. خب فعلا از شما ای جوانمردی در این بخش سپاسگزارم. بخش اول بودید، در بخش دوم در پایان باز در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز، در این بخش از شما خداحافظی میکنم با تا دقایق دیگه که بتونیم ساعت 7